پرژن BMS تقدیم می کند. 100 پرسش 100 پاسخ. پرسش 43. آیا پیامبر شما بهاءالله مثل دیگر پیامبران الهی معجزه داشتند؟ سلام، من شهرام آنایت هستم. من وقتی روایت ها و حکایت هایی میخونم که از معجزات کوچک و بزرگ شخصیت های مقدس دینم با هم صحبت میکنن، معمولا برداشتی عینی ازشون ندارم. یا اگر هم برداشتم عینی هست، معمولا سعی میکنم که دنبال دلیل علمی و عقلی که برای اون معجزه میشه پیدا کرد بگردم. من میدونم که آدم ها وقتی که به چیزی ایمان داشته باشن، این ایمان به معنای واقعی کلمه میتونه روی برداشتشون، روی نگاهشون، روی باورهاشون تأثیر بذاره و موجب بشه که اونها چیزی رو ببینن که شخص بی ایمان از زاویه نگاه خودش نمیتونه اونها رو ببینه. و فکرم نمی کنم که پیش از این ظهور هم مثلا در قرآن صحبت‌ها و اشاراتی که به معجزه شده ضرورتاً باید عینی تعبیر بشه. اتفاقا قرآن پر از اشاراتی هست درباره این که کفار از حضرت محمد معجزه می‌خواستند و حضرت محمد همواره تأکید می‌فرمودند که آنچه که شما می‌خواهید قلبتون رو به ایمان نزدیک نخواهد کرد. قرآن یه جا می‌فرماید که مردمان نادان گفتند چرا خداوند با ما تکلم نمی‌کند یا یک معجزه‌ای برای ما ظاهر نمی‌شود. قرآن جواب می‌دهد که پیشینیان هم مثل همین را گفتند، قلوب ایشان شبیه یکدیگره. پس ما خود قرآن هم اشارات زیادی داریم مبنی بر این که آن معجزه‌ای که شما می‌خواهید شما را به حقیقت نزدیک نخواهد کرد. انتظار بیهوده‌ایه. به باور شخصی من معجزه پیامبران الهی همون انسان و انسانیت جدیدیه که می‌آفرینند. خلق جدیدشونه، خلق بدیعشونه، دنیای جدیدیه که دارن می‌آفرینند. چون که با این خلق جدیدشون دارن عادات رو خرق می‌کنن. خارق العاده. دارند ظهور و بروز خارق العاده ای رو رقم میزنن. واقعیتش هم اینه که اون کسانی که میگن معجزه میخوان تا اینکه ایمان بیارن، خودشون هم میدونن که با هیچ معجزه ای نمیتونن قانع بشن. اون که به معجزه باور داره، به اون مفهوم عامیانش، بعد هم که معجزه رو ببینه نمیتونه تشخیص بده که این معجزه هست یا سحر و جادو، این معجزه موسی هست یا سحر و جادوی جادوگرانی که دارن با اون رقابت میکنن. اون کسی که به معجزه اعتقاد داره، به سحر و جادو هم به اون معنا اعتقاد داره. و این رو قرآن مؤکداً مورد تاکید قرار داده. اونجا که میفرماید که کفار به نهایت سخت قسم یاد میکنند که اگر یک معجزه برای ایشان بیاید، البته ایمان خواهند آورد. بگو هر آینه معجزات نزد خداوند است. ولیکن شما نمیدانید که اگر معجزه هم بیاید، ایمان نخواهند آورد. پس شاید ما باید خودمون بکوشیم که در مقام بندگان خداوند آن معجزه‌ای باشیم که پیامبر خدا اراده فرموده. خودمون رو متحول بکنیم، دنیای خودمون رو متحول بکنیم و انسانیت و دنیایی بسازیم که با همه ی آنچه که پیش از اون بوده فرق داره، از اون فراتر میره، زیباتره، بزرگتره، عادلتر و دوست داشتنی‌تر. این به نظر من بزرگترین معجزه دینه.